بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی می گویند که نیروهای امنیتی طالبان، خادم حسین احمدی، مسئول رادیو جاغوری در ایالت غزنه و احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه دیگر را در کابل پایتخت افغانستان بازداشت کردند. این منابع محلی آگاه ضمن اعلام این خبر به روزنامه 8 صبح اعلام کردند که احمدی روز شنبه 30 دی ماه 1402 شمسی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنه از سوی طالبان بازداشت شد. باستانشناسان ایرانی با بررسی قطعه چهارم راه آهن زاهدان زابل 23 محبته و تپه را با قدمت بیش از 4000 سال کشف و شناسایی کردند. حسین مرادی، سرپرست هیئت باستانشناسی، درباره این یافته‌ها گفت: بررسی باستانشناسی قطعه چهارم راه آهن زاهدان زابل که بخش عمده و مهم آن از دشت سیستان و محدوده و منظر فرهنگی شهر سوخته عبور می‌کند، به انجام رسید. به افزود در این بررسی میدانی 23 محبته و تپه در دو سوی خط راه آهن شناسایی شد که بیشتر آنها به اواخر دوره چهارم شهر سوخته مربوط بوده و قدمت تاریخی آنها در حدود 2400 تا 2300 پیش از میلاد، یعنی حدود 4300 تا 4400 سال است. و خبری از کشور چین. منابع خبری از وقوع یک زمین‌لرزه نسبتاً قوی در غرب چین خبر می‌دهند. رویترز نوشت مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر امروز دوشنبه جنوب سینکیانگ چین را لرزاند. هنوز از تلفات یا خسارات ناشی از این زمین‌لرزه خبری گزارش نشده است. گفتنی است مسلمانان اویغور در این استان چین ساکن هستند.